به نام خدا، مرتضی فریار هستم. امروز 18 شهریور ماه 1396 هست. در خدمتی که دوستان یه توضیحاتی روی این سازهایی که میسازم، یه بخشایی هست که خیلی از سازهای تعمیری که آوردن از دیگران یاد گرفتم که براتون توضیح میدم، و یه دوتا نکته کوچیکم هست که خودم مبتکرش بودم، اضافه کردم و سالهاست دارم انجام میدم. اینا رو براتون توضیح میدم، به شیر میذارم با دیگر دوستان، باشه که از یک کسرت به یک وحدتی برسیم تو سازسازیمون، باشه که ظاهر سازمون اینقدر با هم متفاوت نباشه، نزدیکتر بشیم به هم دیگه، یک استانداردی کمتر به وجود بیاد. دوستان دیگه هم نکاتی که ابداع کردن و همینجور شیر کنن که بنده و دیگر دوستان بتونیم استفاده کنیم و یکم سازسازیمون روی پیشرفت باشه. هرچند که خیلی پیشرفت‌های بسیار بزرگی داشتیم، ولی تکامل هیچ وقت انتها نداره. ازم به حضور شما که اولین نکته که می‌خواستم خدمتتون بگم، این قسمتی است که ما تو تار گراف می‌گیریم و می‌ذاریم چوب خودش باشه برای چسبیدن پوست. تو خیلی از تارا و مخصوصا تار قدیم اندم که اینو یک دست گراف می‌گیرن و اینجا همیشه سطح قسمتی که پوست روی کاسه است از این قسمت نقاره پایین‌تره، و همین موقعی که تیغ می‌اندازیم برای چیدن پوست باعث میشه که یک مقدار خیلی وقتا رنگ صدمه ببینه و هم ظاهر بسیار زیبایی نداره، مخصوصا از نیمرخ که نگاه می‌کنیم. چقدر خوبه که من بقیه دوستانم که دیدم که این کارو انجام دادن، اینا رو اینجا رو یکم کمتر بگیریم که من با تجربه‌ای که دارم روی استحکام نگه داشتن پوست تاثیر آنچنانی نداره، یکم کمتر بگیریم، اینا در یک راستا باشه که به صورت یک خط راست از نیمرخ نگاه می‌کنیم دیده بشه، و اینجا قسمتی هم که خرکس یکم بیشتر طبیعتاً که هم محکم‌تر باشه هم که صاف دیده بشه. یک نکته بعدی که باز من روی سازهای دیگران دیدم، یه ساز قدیمی بود، یعنی اینو دیدم، مچبند خیلی ساده‌ای طراحی کرده بود، یه چرم مکعب مانند یه خطی بدون اینکه قطع کنه اینو روش ایجاد کرده که سیما از روی این رد میشه و این بند خرک برعکس اول از زیر رد میشه و بعد میاد روی این میره به سیمگیر، که این باعث میشه که اینو نگه داره و اصلا این چرم نرمی الان جدا شد، بعد یه مدتی فرم میگیره میچسبه و نه دستای شما رو اذیت میکنه، نه هم که من دیدم خب مثلا دو تیکه میذارن، یه تیکه زیر این یه چیزی میذارن. این هم خیلی چیز جالب و زیبایی بود که من دیدم و سالهاست دارم رعایت میکنم. به اضافه این نکته بعدی که میخواستم خدمتتون عرض کنم مربوط به خط بغل دست است، که ما روی اون پرده هامونو میبندیم، مثل استاد قنبری مهر این اومده این شیار رو استخون انداخته، ولی خب اون برای تاراییه که 3 اکتاوه و برای اینکه یک دست بشه بهتره که ما استخون هامونو تضعیف نکنیم، و همین که من این کار میکنم که اینو دقیق میچسبونم به استخون، یعنی یه ورش استخونه یه ور چوب، که گرامو به این ور تکیه میدم که این لبه ها رو زخمی نکنه، و همین که خیلی زاویه دیدی دیده نمیشه اصلا این از دور که نگاه میکنین که یه خط هست اینجا. بعد و عرضم به حضور شما که برای گرد کردن دستم به شما وسعت بیشتری میده برای کار. یه نکته دیگه هم که از خواستم خدمتتون عرض کنم، این یه محرابیه که طراحی کردم. محرابایی که الان هست میسازن خیلی سخته و خیلی بلنده، و این جایی که ما نیاز داریم این نقطه است که کلفت باشه که بتونیم این اینا رو خوب نازک کنیم که این سیم در مسیرش به چوب گیر نکنه و راحت به گوشی وصل بشه. اینجا رو ما نیاز داریم نازک کنیم اونطور برای استحکامش و همین که زیبا باشه. این شکست رو اینجا حذف کنم. یه محرابی طراحی کردم که یک تقریبا 3 میلی میاد جلو، بعد یه زاویه 45 درجه باز یه 3 میلم عمود وصل میشه. این انتها وسط کاره. وقتی میاد به این ور صفر میشه. یعنی ما اگر از این زاویه نگاه کنیم دیده میشه؟ از این زاویه نگاه کنیم از این جایی که من دارم نگاه میکنم، این به صورت یک پخمانندی دیده میشه که اینجا ما میتونیم نازک کنیم بدون اینکه به استحکام دستمون صدمه بخوره. این سری نکات بود، امیدوارم که دوستان سازساز دیگه ببینن مورد پسندشون واقع بشه، اگر دوست داشتن استفاده کنن، و همچنین اگر تجربیاتی دارن، چیزای جدیدی دارن، شیر کنن که بنده و دیگر دوستانم بتونیم استفاده کنیم. خیلی ممنونم، سپاسگزار، خدا نگهدار.